سوره مائده جزء 6 آیه 3 تا 5. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. گوشت مردار و خون و گوشت خوک و آنچه هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن برده شود و حیوانات خفه شده و با ضرب مرده و از بلندی افتاده و به ضرب شاخ حیوان دیگری مرده و آنچه درندگان خورده باشند مگر آنکه ذبح شرعی کرده باشید و آنچه برای بت‌ها ذبح شده و آنکه با تیرهای فال بخت و قسمت طلب کنید همه بر شما حرام شده و روی آوردن به تمام اینها فسق و نافرمانی است. امروز کافران از آیین شما مأیوس شدند، بنابراین از آنها نترسید و از من بترسید. امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین برای شما برگزیدم. اما هر کس که از گرسنگی درمانده شود و مایل به گناه نباشد مانعی ندارد که از گوشت‌های ممنوع بخورد، پس بداند که خداوند آمرزنده مهربان است. یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مكلبین تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب. از تو میپرسند چه چیز برای آنها حلال شده است؟ بگو پاکیزه ها برای شما حلال گردیده و نیز آنچه از صید حیوانات شکاری و سگهای آموخته و تربیت شده که از آنچه خدا به شما آموخته است به آنها آموخته اید بر شما حلال است. پس آنچه برای شما صید می کنند و نگاه می دارند بخورید و نام خدا را به هنگام فرستادن حیوان برای شکار بر آن ببرید و از خدا بترسید، بیگمان خداوند زود شمار است. اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. امروز پاکیزه ها برای شما حلال شده و همچنین طعام اهل کتاب برای شما حلال است و طعام شما برای آنها حلال است و نیز زنان پاک دامن از مسلمانان و زنان پاک دامن از کسانی که پیش از شما به آنها کتاب آسمانی داده شده هرگاه که مهر آنها را بپردازید در حالی که پاک دامن باشید نه زناکار و نه دوست پنهانی گیرنده برای شما حلال است و کسی که به ارکان ایمان کفر ورزد همانا عملش تباه شده است و او در آخرت از زیانکاران خواهد بود.